خانم ها و آقایان سلام عرض کردم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بی ایریا سیلیکون ولی و طریق شبکه جهانی تلویزیون ملی پارس در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز نازنین و گرامی هستم. آقای پزشکیان در حال معرفی وزرای خودش هست به مجلس. جالب اینه که در خود مجلس یکی از نماینده ها گفت آقا اگر آقای جلیلی میدونست این ترکیب کابینه شماست اصلا از دور مبارزات انتخاباتی بیرون میره، چون این کابینه یه که در واقع اونم دوست داشت. حالا آقای جلیلی دیگه از اصولگراترین اصولگراهای این حکومت و نزدیکترین آدم به آقای خامنه ایه. ببینید که چقدر قضیه در واقع شور شده که آشپز هم خودش صداش در اومده. و به هر حال وزیر اطلاعات آقای پزشکیان که در واقع همون وزیر اطلاعات آقای رئیسیه میگه آقا اصلا شما نماینده های مجلس بیاد همه را همینجوری ادب فعلوار تایید کنیم. بعد یک نماینده ها مجلس میگه خب اینجوریه، پس مجلس برای چیه؟ ما رو برای چی آوردید اینجا به نماینده مجلس؟ خب همونجوری که قرار همه رو ما تایید کنیم، خب تایید میکنیم یه دیگه، مجلس به درد نمیخوره. خلاصه خانم آقایون، داستان غریبیه این مملکت، داستان عجیب و غریبیه. همه چیز یعنی از اون به بسم الله تا آخرش دست یه نفره، مجلس، رئیس جمهور، کابینه، مجلس خبرگان، قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاصه از اول تا آخر. ببینید من زیاد وقتتون نمیگیرم، دو تا گزارش براتون دارم، حالا اگه وقت بکنیم هر دو رو. بعد آقای بیژن افتخاری هستن. ببینید قبل از انتخابات اینا چجوری صحبت کردن تو تلویزیون جمهوری اسلامی، ببینید چجوری، یعنی شما فکر کنید توی سوئیس، این تلویزیون سوئیس یا تلویزیون آمریکاست؟ آمریکایی واقعا خب از نظر آزادی مطبوعات جلوتر از سوئیسی هستن. نگاه کنید ای آقایین چجوری ساخت تلویزیون جمهوری اسلامی قبل از انتخابات. نه میتونه، نه این ماموریت رو از سوی خدا داره، نه قابل اجراس. حاکمیت حق نداره مردم شبیه خودش بکنن. به چه علت؟ به چه حقی؟ حاکمیت از خودش رو وقف بده با مردم، نه مردم رو مجبور کنه به خودش. بحث حجاب رو فرمودید، بحث حجاب، چه همین بحث عدالت، این کجاش عدالته که ما مثلا روز 22 بهمن، این به نظر من ریاست، این یک نوع نفاقه. ما در 22 بهمن، ما در روز مثلا 9 دی، در بحث روز قدس، ما مردمی که یا انتخابات، به ویژه انتخابات، به ویژه انتخابات که خانومی که شعله اجابه بی اجابه 10 بار باش مسابقه کنیم، 100 بارم تلویزیون نشون بده، همون خانوم رو دو روز بعد از انتخابات، دو روز بعد 22 بهمن 9 دی تو خیابون گشت ارشاد یا هر اسمی که داره به زور بگیرن اون خانوم رو سوار ون کنن ببرن. اینا پارادوکسه، اینا نفاقه، اینا ریاست، اینا گول زدن، فریب دادن مردمی که فریب نخواهن خورد. تا کجا شما میخواید این حلقه رو تنگ کنید؟ این چه دیدگاهی؟ این حق رو کی به شما داد که شما ممیزی باشید، ممیزی بکنید و بگید که مثلا این طلحه زبیره یا این مالک اشره؟ کی شما رو در این جایگاه قرار داد؟ کی این حق رو به شما داد؟ این قضاوت رو، این حق رو کدوم پیامبر به شما داد؟ کدوم خدا به شما داد؟ کدوم آقایی، کدوم مجموعه، این ملت شریف ایران همچین حق به شما دادن که هر مرحله‌ای که از انتخابات میشه بخشی از مسئولین، حواریون حضرت امام، از سابقون رو دارید درو میکنید؟ یک تعداد اپورتونیست فرصت طلب هزینه نداده یک سیدی هم برای نظام انقلاب نخوردن رو اینا رو از فیلتر میگذرونید، چون دستتون خالیه دیگه. الان اومدید، من نمیخوام توهین کنم، کسای اکثریت تایید شدن که تو محله خودشون هم 200 رأی ندارن، احتمالاً شاید خانواده‌اش هم بهش رأی ندن. این افتخاره ما 54000 نفر رد کنیم، 13000 نفر از فیلتر بگذرونیم و بیایم نخبگانی رو
از قطار انقلاب پیاده بکنیم به نام اینکه ما داریم خالص سازی میکنیم. این عین ناخالص سازیه. ادارت داریم اجرا میکنیم، این عین بی عدالتیه. تدبیر داریم میکنیم، این عین بی تدبیریه. شما حق هم چی کاری ندارید. و در مازندران سن شما میخوره که تاکسی داخل شهر ما و ماشینی که از جاده فیروزکوه هراس مسافر میوردن تهران بنز بود آقای آجاقا، امروز پرایک عربه مرگر و سوار شدن. شما آجاقا مثل همون کشورهایی که قبل از انقلاب فقیر بودن، دنیای نشت. این مردم رو آباد کنید. این مردم خودشون میفهمن آخرتشون آجاقا آباد. بسیار متشکرم. چون کاری با آخرت مردم نشوش. چیزی که از امام تحویل گرفتیم خب امروز همونه. امروز برای 45 سال همینه. 98% و 99.98% مردم رأی دادن. امروز ما همچین آرایی رو داریم. سال 1400 چرا آرا رسید؟ اگه باطل رو کم کنی آقای دکتر. میشه نه شما تو صحبت من بده زمان صحبت شده. شما جواب منو بده. آقا دزده آقا اجازه بده. یا جز پاکانه چای دبش که رئیس قوه قضاییه خود شما، هم فکر خود شماست آقای محسنی جی. ایشون که دیگه از نهل فکری ما نیست که. ایشون کاملا فرمودن 23 میلیون دلار زمان دولت آقای روحانی تخلف شد، بالای 3 میلیارد 700 میلیون دلار تو این دولت فرمودن. آقای به گفته آقای رئیس جمهور که صدای آقای رئیس جمهور هم از 60 نفر برکنار شدن در این ارتباط، رأسش هم وزیر کشاورزی بود آقای محسنی اجهی، همونجا با صراحت میفرماید یک نفر دولت انقلابی شما آقای رئیسی به قوه قضاییه معرفی نکرد. الان تو این چای دف چی شد؟ چه اگه در هر کشوری بود برادر من در کره جنوبی در کره جنوبی برای چند هزار دلار رئیس جمهور شما به اصطلاح دستگیر کردن، محاکمه کردن، زنده کردن برای چند هزار، اونم رفیق شما از سوء استفاده کرد، خودش مستقیم نگرفت. تو هر کشوری بود زلزله به پا میشد. شما روحانیت با کفن میپوشیدید، نپوشیدید، نکردید این کارو. این نگاهی که شما دارید به خدا قسم که تله زبری دارید مثال میزنید آقای هاشمی رو با اون الفاظ شما به کار میبرید که هزار برابر آقای منتظری عزیزتر بود برای حضرت امام، که محافظین و محله جماران هر وقت متوجه میشدن که امام دادو گوسفند قربونی میکرد میفهمیدن آقای هاشمی از جنگ اومده. من از امام فرمودم امام فرمود ملاک آن فعلی افراده شما قانون از هاشمی گفتا نهزت زنده است، هاشمی زنده است. شما این حق رو، این اجازه رو، این اشتهاد رو، این جایگاه رو، این شأن از کجا آوردید که میتونید برای آقای هاشمی قضاوت کنید که نزدیکترین به امام بود؟ در آخر بگم مردم ما در تاریخ از رضا خان تا امروز ثابت کردن دو چیز رو. یک، از مردم ایران شما نه ملیتش رو میتونید تاریخش رو بگیرید پر افتخارش رو، نه به اصطلاح مذهبش رو شیعهش رو میتونید ازشون بگیرید. و یه چیز دیگه هم ثابت کردند که به ما زیر بار زور نمیرن. به ما داره بله بله آقای دکتر محمد رضا پهلوی آقای دکتر دین رو بگیره. شما تفکر شما میخواید از مردم ملیت بگیره. شما دوت فاسد رو میگی فلانه. شما تو تلویزیون چی کاری کردی؟ اوشین و جمونگ آقای دکتر شناخته شده تر از نمیدونم آریو برزنگ و نمیدونم سورانا و از اولین زن دریادار دنیا که زن ایرانی بود که الان اسمش فراموش کردم، همین کوروش کبیر رو همه چی رو گرفتید که حتی علامه طباطبایی کوروش کبیر رو پیامبر میدونه. یک سریال برای تاریخ ایران درست نشد. اعراب ما رو کجا مسلمان یار ما رو دیندار کرد؟ ما موحد بودیم. ما این مسجد جمعه سالی موحد بودن مردم. ما زرتوش بودیم، ما کتاب داشتیم، ما موحد بودیم، کافر نبودیم. عرب کافر بود، پیامبر بزرگ، پیامبر رحمت اومد اینا رو از تباهش در آورد، از دخترکشی در آورد و همون اونا اومدن به ایران حمله کردن. اون همه جنایت هم خودتون میدونید که آقای دکتر اومد چه اتفاقی افتاد. شعار ندید. دومی شعار صحبت من نگیرین دیگه. اجازه بدید تذکر خودتون بود. آخری مردم میخوان دوز نرن. مردم ثابت کردن زمان رضا خان و الان، اگر چه نیت ناپاک رضا خان باشه در رابطه با برداشتن حجاب، چه نظام، چه نیت پاکی باشه که شما میخواهید اعمال بکنید، بحث چادر سر مردم بکنید، چون وسیلهش هر دو تا زوره، مردم زیر بار زور نخواهند. کی ما گفتیم چادر بذارید؟ آقای دکتر حجاب حالا شما آقای دکتر بحث چادر نه. آقای دکتر الان تو دادگستری کسی میخواد بره جواب من نمیدید. کسی بدون چادر نمیاد. آقای دکتر جواب من نمیدید. دادگستری کسی بدون چادر نمیاد. آقا مجلس باید دزد بره یا نره؟ جواب شما رفقای خودتونی بگید. آی بهمنه اجازه میدید جمعه ایداری من از شما خواهش میکنم. شما الان میگه آقا جمع اختلاسی که شده شما آقا هزار کی بود؟ تموم شد با دوستان خداحافظی. آیه ایداری اجازه بدید. آیه بهمنه ما میخواییم خداحافظی کنیم، عکس یادگیری بگیریم.
حالا دیدید وسط برنامه تلویزیون گوینده بلند شه بلند شه عکس یادگاری بگیری. بهش گفتن آقا خفه دیگه بسته، برنامه رو گوینده قطعش کرد. خب اینا تمام به اصطلاح تبلیغات قبل از انتخاباته. ببینید جمهوری اسلامی یه سیاستی داره که از روز اول خوب عمل کرده و اون این که مشکلات خودشو که مردم میگن خودشون هم میان تو تلویزیون میگن. یعنی که یه جوری که مثلا آقای خامنه‌ای کار نمیتونه کاری بکنه، موافق این تلویزیون در واقع مدیر عاملش منتخب آقای خامنه‌ایه، میگه مثلا آقا حرفی نداره، ببین مردم میان تو تلویزیون، پس این کیه که داره این کارا رو میکنه تو مملکت؟ در واقع در ظاهر یه چیزی میگن، پشت قضیه آقا دستوروی خودش میده. میگم آقا چون واقعا اول برنامه خدمتتون عرض کردم تو مملکت کسی آب نمیخوره از مقامات مگر با اجازه آقا، هیچی وجود نداره بدون اجازه ایشون، و اینم نقشیه که اینا معمولا بازی میکنن. عوض که مردم تو دلشون بریزن که این چنین جوری میکنن، این رژیم چنین جوری اینجور، خودشون میان میگن. از اولم این بوده، این یه نوع تسکین دادن میگم قرص مسکن برای مردمه. و شما اینی که خونه نشستید دارید میبینید، یا خش راست میگه، راست میگه، نفستون باز میشه، اون عقده‌ای که داری که تو سینه‌تون مونده این آقا میریزه بیرون، ولی هیچ آب از آب تکون نمیخوره. یعنی شما میتونی فردا این چیزی که این آقا گفت شما انجامش بدید؟ غیر ممکن. ببینیم آقای بیژن‌خان افتخاری چی میگن. آقای افتخاری بعد اقتصاد که خیلی در داغون شده، حالا شما چی میگید امسال چی میشه؟ ببینیم آقای افتخاری آماده میشن برای پاسخگویی به سوالاتی که من در خدمتشون مطرح خواهم کرد. با ما باشید. با سلام مجدد برمیگردیم به خانه‌های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکتنگی اکثر شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز نازنین گرامی، و همچنین خدمت جناب آقای بیژن افتخاری عرض سلام و ارادت دارم. حالتون چطور آقا؟ قربان شما، درود بر شما جناب دلدار گرامی و درود بر بینندگان عزیز تلویزیون پارس. خب جناب آقای افتخاری، من گزارش‌های این هیئت وزیران آقای پزشکیان رو تعقیب میکنم که تو مجلس هم میگن مصیبت بزرگ به گردن دو شخصیه، دو تا وزیره، یکی وزیر اقتصاد و یکی وزیر کار، چون خودشون میگن انقدر چالش وجود داره، انقدر درگیری در این دو وزارتخونه وجود داره، انقدر کمبود و نمیدونم مشکلات وجود داره که در وزارتخونه های دیگه این همه وزارتخونه مشکل مملکت مشکل داره به این اندازه نیست. نظرتون چیه آقا در این رابطه؟ بله عرض کنم خدمتون که آقای وودی آلن هنرپیشه و کارگردان آمریکایی یک فیلمی داره با نام پول و وردار و فرار کن. در این بخشی از این فیلم یا صحنه از این فیلم آقای وودی آلن و یکی دوتا از دوستاش وارد یه بانک میشن و به همه اعلام میکنن که Ladies and gentlemen, this is a robbery or a hold up. یعنی ما اومدیم بانک رو بزنیم. بلافاصله یه دو سه نفر دیگه هم که یه ذره گردن کلفتر هستن میگن این مسخره بازی چیه؟ ما میخوایم بانک رو بزنیم. بعد اون میگه نه آقا ما زودتر رسیدیم، ما باید بزنیم. اون میگه نه ما از سه ماه پیش نقشه کشیدیم، ما باید بزنیم. بعد آیه وودی آلن میگه بیا یه کاری بکنیم، از کارمندای بانک و مردمی که اینجا هست رأی بگیریم که موافقن کی بانک رو بزنه. حالا در جمهوری اسلامی هم همینه جناب دلدار گرامی.
دوست ها میگن رأی میگیرن، میگن خب حالا یه دکی بخورن. و دقتا بفرمایید دیگه دوست های جدیدی رو هم وارد نمی کنن. همون دوستایی که بودن میچرخه نقششون. چیزی که باقی میمانه بدبختی برای ملته. حالا اسمشو میذارن مشکلات. نه، واقعیت این هستش که یک نظام دوست سالا آمده با زور اسلحه بر گرده این ملت سوار شده و بعد یه نمایشی به نام انتخابات هم میذارن که رأی بگیرن ما کی ما رو بچاپه. بعد اونایی که میدن آقا قشنگ میگید مردم رأی بدن کی ما رو بچاپه. مگه غیر از این بوده تا حالا؟ مگه تا به حال شما بودی آلن که گفتید معلوم شد که آماده اید که یک سناریوی کمدی از اینا عرضه کنید توی برنامه. واقعا کارتون هم درسته. بله بفرمایید. البته کی دزدی کنه؟ ببینید حقیقتا کمدی هم نیست، دراماست، درامه. برای اینکه یک ملتی رو اینا به اسارت گرفتن جناب دلدار گرامی، یک ملتی رو به جای رسوندن که پزشکش و پرستارش از روی ناچاری خودکشی میکنه، جوانها به دام اعتیاد میافتن، میخوان این دنیا رو فراموش کنن، آلترناتیو ریالیتی واسه خودشون درست میکنن، در یه دنیای خیالی زندگی میکنن. جایی رسیده که من ویدیویی دارم که اگر از بفرمایید بتونیم نمایشش بدیم، میبینیم که وضعیت جامعه امروز چگونه شده، به کجا رسیدیم، که واقعیت این هستش که وضعیت اصلا اسفباره. در این ویدیو که اگه بتونم پیداش بکنم، پسر جوانی ازش میپرسن که آرزوت چیه و او ببینیم با هم آرزوی این پسر جوان رو با بزای اینکه یک عده از اقشار تازه به دوران رسیده یعنی اعوان و انصار آخوندها و پاسدارهای دوست ببینه چه جشنایی میگیرن و بعد یک پسر بچه چه آرزویی داره. نمیدونم این امکان هست تو کشوری که این موجود برای زایمان سگش چنین جشنی میگیره. کودکی زندگی میکنه که حتی معنای واژه آرزو رو نمیدونه. آرزو بزرگ آرزو. اگر از خودتون میپرسید این دوتا چه ارتباطی به هم دیگه داره، باید بگم ما در جامعه‌ای زندگی میکنیم که جشن زایمان یک سگ 50,000 بازدید میگیره و این بچه طفل معصوم و فقرش 1,500. بله، این نتیجه، یعنی جامعه میشه نتیجه حکومت یک عده دوست، حقباز، کلاش که از دین برای خودشون یک مأمنی ساختن که جیب مردم رو خالی کنه. و طبیعی است که جامعه از انسانیت تهی بشه. تعجب نکنیم. همه ما میشنویم که آقا تو ایران هیچکی به هیچکی اعتماد نداره. هیچکی به حرف هیچکی اعتماد نداره. این اتفاقی نیست، جز به صفات ما ایرانی ها نیست. اتفاقا صفات ما ایرانی ها زمانی که یه مقداری وضعیت اقتصادی بهتر بوده بوده صفا، صمیمیت، مهر، احترام، دلسوزی. من یادمه ما بچه بودیم مثلا اطلاع میدادم فلان خانواده از اعضای فامیل مثلا نمیدونم قسط خونش رو نتونسته بده، من یادمه پدرم جمع میکرد خانواده رو و همه یکی یه پولی میذاشتن مثلا برای 6 ماه میگفتن قسط رو ما میدیم که تو بتونی رو پات بیستی. این اصلا چیز عادی بود، نه اینکه یه کار خیلی فوق العاده. همه این کار رو میکردن اگر میتونستن.
امروز ما با چنین جامعه ای روبرو شدیم متاسفانه جناب دلدار گرامی، و باید بپردازیم به اصل موضوع، وگرنه این آقای دوست منو بچاپه یا اون آقای دوست بچاپه خیلی احمقانه است. احمقانه تر اینه که من برم انتخاب کنم، برم رأی بدم، بگم که این بدوزده بهتره، با باز اقلا مثلا کچروار میپوشه، اون یکی کاپشن میپوشه. مثلا اینقدر ما نباید سطحی نگر باشیم، باید عمیق‌تر نگاه کنیم. جامعه ای داریم که امروز یه پسر بچه 13-14 ساله میپرسه آرزو چیه. این واقعا برای ماها باید مرگ بیاره، یعنی احساس کنیم که آه ما داریم چیکار میکنیم. یک ذره فکر کنید به بچه های خودتون که در 13-14 سالگی ندونه آرزو چیه، برای اینکه چنین پدیده‌ای براش اصلا معنا نداره. من هیچ مخالفتی با سگ و این مسائل ندارم، حداقل جناب علی که میدونید با اینو شعر بکنم که اینا سگ‌های من هستن و مثل فرزندانم برای من عزیزن، ولی دیدید دیگه یک جشن و آقا ما اومدیم خونه شما، این یکیش من خیلی ترسیدم وقتی داستان تعریف کردید که چند روز پیش همسایه رو ناک‌آوت کرده، باور کنید من نمیدونم نیم متری نزدیکتر میشه یه متری نزدیکتر میشه خودم رو جمع میکرد. آقای افتخاری بیا، آقای افتخاری بیا، کدومشون رو الان بسید؟ این بود الکس بود. آره او مهاتی داره الکس بود. آره خیلی گنده نزدیک من میشه آقای افتخاری بیا جون من اینو بگیرش. مثلا داستان تعریف کرد که تاله چند تارم گرفته. بله بفرمایید. بله یه چیزی هم نزدیک من بشه این کار خودش رو بلده چیکارو. آقا خیلی بد بود. ناجور بود. بله میخواستم عرض بکنم که من هیچ چیزی با موجوداتی که در خونه نگهداری میشه ندارم، ولی در جامعه‌ای که یک همچین فقر عجیبی هست دیگه واقعا بیمزه است که شما برای زایمان سگتون یه همچین مهمونی بگیرید، در حالی که ممکنه بسیاری از افراد با یک دهم اون هزینه شما یه شب رو راحت بتونن غذا بخورن و راحت بخوابن. میگه جمهوری اسلامی، میگه با کمال وقاحت و بی‌شرافتی، میگه بیش از 40% جامعه زیر خط فقر مطلق. ببینید خط فقر شنیدیم، خط فقر مطلق یعنی که شما در روز یک وعده غذای کامل نتونید. 40% ملت، 30 میلیون ایرانی اینطوری دارن زندگی میکنن. بعد چطور میتونه یه عده اینطور غارت کنن ملت رو و بعدم بیان پوز بدن به همون ملت که ببین به دلیل اینکه ما خودمون رو یه جوری وصل کردیم به کیسه خلیفه، ما شما رو غارت میکنیم، اما حق رأی هم دارین. ممنون آقا. بذارید پیامای رو ببینیم، برگردیم پای صحبت شیرین و گرم شما بشینیم. برمیگردیم خدمتتون. خب جناب آقای بیژن‌خان افتخاری عزیز، از دردها و قصه ها و غم ها 45 ساله داریم میگیم، یه تلمبار شده مثل واقعا یه قده سرطانی تو بدن آدم افتاده این ماجرای جمهوری اسلامی. از فقر مردم، بدبختی مردم، خب طبیعتا صحنه‌ای که آدم میبینه بغض میکنه، غم میگیرتش. من میدونم اکثر ما ایرانی که خارج از کشور هستیم، اکثر اینو واقعا میدونم، حتی که دور و بر خودم، همه ما یه بودجه رو در زندگیمون گذاشتیم کنار هر ماه که اینو میفرستیم ایران. حالا هر کسی به یه نحوی، چون انقدر فشار روحی رو آدم هست، باور بکنید که لقمه از گلوی آدم پایین نمیره، مگر اینکه وظیفه خود بدونی یه کاری برای اون مملکت بکنه. حالا پولی که ماها میفرستیم پولی نیستش که در واقع بشه مملکت و مردم رو از اون بدبختی نجات داد. بفرمایید آقای
افتخاری. این بدبختی، این وضعیت اقتصادی مملکت بالاخره به یه بنبست میرسه یا نمیرسه؟ آقا همه جای دنیا ببینید بدبختی ها وقتی به بنبست میرسه منفجر میشه، بالاخره میشه یا نمیشه؟ بله، من جناب دردار در برنامه هفته پیشم که در خدمتون بودم عرض کردم هیچ انتظار بهبود وضعیت اقتصادی به صورت مداوم و همیشگی نداشته باشه. لحظه ای و نمیدونم امروز یه ذره نفت بیشتر فروختیم و اینا دل مردم رو خوش میکنه. تصور مردم این هستش که این دزدا میدزدن، شاید اون تهش هم یه چیزی بریزه ما هم بتونیم استفاده کنیم، ولی چه اتفاقی نمیفته. بنابراین به هیچ وجه انتظار این که آقا یه معجزه بشه، معجزه اقتصادی بشه و مثلا وضعیت ما خوب بشه، این بیشتر تو ذهن ملتی است که خرافات زده شده. ببینید آخوندا میگن که آه امام رضا چی میده؟ زامن آهو بود. نه میگن شفا میده، حاجت میده، نمیدونم از اینجور کارا میکنه و گاهی هم حالا یا به دروغ یا به هر چی یکی پیدا میشه میگه آقا من شفا گرفتم، من حالم خوب شد. اما اون 10,000 نفر دیگه که میرن اونجا دست خالی برمیگردن اون اهمیت نداره که، اون یه دونه مهمه که حالا راست و دروغش هم ما نمیدونیم. ما اینطوری نگاه میکنیم به مسائل که آقا بله این اقتصاد خیلی بده، اینام دزدن، چیزی هم از دستشون بر نمیاد، مدیریت هم ندارن، اما ایشالله خوب میشه. ما اینطوری نگاه میکنیم. بنابراین فعلا هر کسی به هر شکل و بدبختی که شده خودشو میکشه. اینم نیست که ما خبر داشته باشیم از میزان خودکشی ها ناشی از ناامیدی، از اینکه هیچ رای برشون باز نیست، نمیذارن، این ممنوع کردن که آقا نگید چقدر آدم خودشو میکشه. خب اینه، جامعه به آخر خط رسیده. آیا فکر میکنید که چون فقیرن حتما یه انقلاب میکنن؟ نه، بر واقع اگه اینطور بود تو آفریقا باید هر روز این انقلاب میشه. نه الزامه، انقلاب نیاز به یه سری ملزومات داره. اولش این هستش که عده‌ای از مردم حاضر بشن بابتش بها بده. دوم این که یک مجموعه مدیریتی براش به وجود بیاد. همینطوری اتفاق، همینطوری شورش اتفاق میفته. شورش مثل سیله، میاد میزنه داغون میکنه میره، بعدم فراموش میشه. اما انقلاب یک روشیست که اون رو باید افرادی که این کارن توضیح بدن، جمع بشن، با هم هم فکری کنن، بعد کار مدیریتی رو به عهده بگیرن. اینا مسئله دیگه است. حالا آیا در کشور ما سکوت مطلق به هیچ وجه؟ کشور ما و مردم ما به نظر من یکی از شایسته ترین ملت های جهان، برای اینکه 45 ساله داره مبارزه میکنه، از درونش شیرمردان و شیرزنانی بیرون اومدن که کارهای بزرگی کرد. به همین دلیل هم است که نظام مرتب میکشه، برای اینکه فکر کنه با حذف اینها ممکنه این موضوع حل بشه. نمیشه. این ملت و این جوانها آخر آخونده رو از تیر چراغ برق آویزون خواهند کرد. حالا اینو به صورت استعاره عرض میکنم چون من شخصا مخالف اعدام هستم، ولی حریف اینا خواهند شد مطمئنا. خودشون هم بوی الرحمنشون رو شنیدن، خودشون هم فهمیدن. این آقای نصیری که اومده بود بیرون در زمان انتخابات یه ذره بازارگرمی بکنه، در یکی از صحبتاش گفت که 5 تا از فرماندهان سپاه هم رفتن پیش خامنه‌ای و گفتن آقا این وضع نمیتونه تداوم پیدا کنه و باید یه فکری کرد. و ایشون هم گفته خیلی حرفتون قشنگ، یه فکری میکنم، فردا همه رو عوض کرد، از مقامشون انداخته به عنوان مشاور گذاشت سر کار. فکرش این بود. اینطوریه. یعنی این آقای نصیری برگشت ایران؟
بله برگشت اینا اون ماموریتش رو انجام داد، یه دم گول این حرفا رو خوردن که آقا این آمده. نه آقای نصیری اومد یه چیزی رو جا بندازه و اون این هستش که بعد از جمهوری اسلامی که خیلی خطرناکه امید ببندید به نظام پادشاهی که شاید یه پیوندی بین ما و پادشاهی ها برقرار بشه که بعدا ما رو از تیر چراغ برق آویزون نکنه. و خب البته متاسفانه بعضی ها گول این حرف رو خوردن، بعضی از طرفداران پادشاهی هم خیلی هوشمندانه گفتن که آقا برو این دام بر مرغ دیگر نه. بنابراین نه ماموریت موفقی نبود، ولی به هر حال تلاش این بود که بگن اگر ما دراز شدیم پادشاهی بیاد، که خب میدونیم مثلا شاه فقید و خانواده ایشون مذهب، حالا مذهبی که نه ولی تمایل به مذهب داشتن و دارن، بنابراین ریشه مذهب در کشور کنده نمی شود. اگر برعکس گروهایی که طرفدار سکولاریسم یا لایسیت هستن ممکنه بیان این کار رو بکنن. حقیقتا جامعه ما در حال انفجاره. این تصور که همه نشستن نگاه میکنن نیست. الان این تصویری هم که ما نشون دادیم معناش این نیست که بقیه ملت ایران در حال رقص و پایکوبی هن که سگشون زایده یا گربهشون ازدواج کرده. نه، بسیاری از مردم دچار مشکلات متعدد هستن و به فکر راه چاره. ببینید جامعه که به فکر تغییر نیفته مانا و ساکت خواهد بود. جامعه ما به نظر من مانا نیست، ما جامعه پویایی داریم. جامعه مانا مثل کره شمالی است، یه جامعه ماناست، مونده همینطور نمیدونه چیکار بکنه. برای هر کی سعی میکنه بیشتر از رهبر عظیم و شأنشون تعریف کنه تا یه لقمه نون گیرش بیاد. جامعه ایران اینطور نیست. ما مردان و شریف، مردان و بانوان شریفی داریم که شیرینه مبارزه کردن و میکنن، بسیارشون هم جانشون رو دادن. برای من به آینده ایران بسیار خوشبین هستم، اما این رو با اطمینان عرض میکنم که وضعیت اقتصادی ایران هرگز با وجود چنین نظامی بهبود پیدا نخواهد کرد، بلکه شمایی که پایین تلویزیون نشستی و نگاه میکنی در جریان باش که وضعیت اقتصادی شما روز به روز بدتر خواهد شد، مگر اینکه وضع شده باشی به کیسه خلیفه که اونم بها داره. اینطوری نیست، آقای خلیفه میخواد مطمئن بشی که شما در قتل‌ها و جنایاتش شریک هستی که بعدا نتونی دب به دراری، اون وقتی که ممکنه یک استخوانم جلوی این افراد پرد. بفهمید باشه. والا چیزی که شما میفرمایید این واقعیت، من قبلم صحبت بر سر این بود که این آقای رهبر مثلا تا زمان احمدی نژاد فقط روی وزارت اطلاعات این آقا حساسیت داره و مثلا وزارت نفت. الان که نگاه میکنی دقیقا تمام وزرا رو آقا داره انتخاب میکنه، از وزارت اطلاعات گذشته، وزارت امور خارجه، دادگستری، وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت آموزش عالی، همه رو دیگه آقا خودش انتخاب میکنه. یعنی روز به روز سلطه این آقای ولی فقیه روی مملکت بیش از پیش داره میشه، به دلیل همین وضع به نظر من اقتصادی که این آقا استخونا رو برای اونایی که جون میدن براش میریزه و همه رو در اختیارش گذاشتن، همه در واقع مراکز قدرت رو در اختیار آقاست و روز به روزم داره بیشتر میشه. درست فرق، همه چیز رو در سلطه این آقاست. ولی کن یک حرف قشنگی زدید، صحبت قشنگی فرمودید، اینکه دیکتاتورها آخر عاقبت چیه، همه یه جور آخر عاقبت ندارن. مثلا پدر بزرگ همین رهبر کره شمالی کیم ایل سونگ، پدر بزرگشون بود، خوب زندگی کرد، پسرش هم خوب زندگی کرد، نوش هم الان داره خوب زندگی میکنه، یعنی سر قدرت هستن. نکته در اینجا جناب افتخار قشنگ فرمودید، وضعیت اجتماعی کره شمالی وضعیت اجتماعی
ناپویاست، همونطور فرمودید ماناست، حرکت نداره، جوشش نداره، جنبش نداره. تنها امیدی که ما داریم که بتونه مملکت ما از این شرایط بیرون بیاد، دلیلی که حتما هم دیکتاتوری به سرنوشت معدومی دوچار میشه، نه، اون چیزی که به نظر من درسته همون نکته‌ای که فرمودید، جامعه ما پویاست و این پویایی جامعه است که میتونه این امید بده که بله این حکومت پایه ای نداره، امیدی بهش نمیشه داشت برای موندگاریش. و فرمایشی در این مورد هست بفرمایید، در خدمتتون. بله بله، من عرض خاصی ندارم. حالا اگر یه موقع قرار شد در مورد اینکه چه باید کرد و چگونه باید این کار انجام بشه صحبتی بشه، حتما در خدمتتون خواهم بود. یک دنیا سپاس جناب آقای بیژن‌خان افتخاری، ممنونم از حضورتون تو برنامه، سپاسگزارم از تماشاگران عزیز که با ما بودن، سپاسگزارم از این آقای سپهر خسروی که در به زنگاه میگه وقت تمومه، چش وقت تمومه، بازم ممنونم از سپهر جان، کارگردان فنی برنامه گپ خودمانی با ستاره دلدار در تلویزیون ملی پارس، و این سپاس دارم، سپاس بیکران و یک درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنیم. شب روزتون خوش.